من سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به ما با سلام، من همایون مهمنش هستم از سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور. این 144مین برنامه این سازمانه. من خیلی خوشحالم، خوشوقتم که دو دوست گرامی و دو فعال سیاسی ارزنده رو اینجا به عنوان مهمان داریم. آقای بهروز خلیل، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران، و آقای آرسن نظریان، عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران اروپا. با شادباش‌های نوروزی و بهترین آرزوها برای هموطنان. خوشحالم که تشریف دارین. آقای خلیل، بفرمایید شما صحبت کوتاهی اگر. خب، من هم سلام میگم به دوستان عزیز که در این برنامه شرکت دارن و همینطور به بینندگان و شاد باش برای نوروز و امید اینکه امروز امسال مردم ما بتوانند به رهایی دست یابند و بتونه حکومتی دموکراتیک و سکولار در کشور ما حاکم گردد. امیدوارم امروز برنامه خوبی ها بتونیم با هم پیش ببریم و در مورد آن موضوعی که به عنوان کنفرانس جمهوری خواهید در نظر گرفتید به جوانب مختلف اون بپردازیم. آقای نظریان، شما؟ منم سلام عرض کنم به بینندگان و هم میهنان و همینطور تبریک عرض میکنم به خاطر حلول سال نو، و امیدوارم که این تلاش های ما به حال نتیجه بخش باشه و مردم ما و میهن ما به آزادی و رهایی بتونن دست بیابن. برنامه امروز ما در مورد کنفرانس جمهوری خواهیه که قرار در روزهای 18 فروردین 1403 یا بهتر 6 آوریل 2024 از ساعت 10 صبح تا 19 بعد از ظهر در شهر کلن آلمان برگزار بشه. مناسبت این کنفرانس رو میخواستم از آقای خلیق بپرسم. آقای خلیق، مناسبت این کنفرانس چیه؟ چه کسی اون رو برگزار میکنه و برگزاری اون چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ ببینید، امسال ماه آوریل یک سال از اعلام همگامی برای جمهوری استقلال دموکرات در ایران میگذره. سال قبل در همه روزها ما یک کنفرانس مطبوعاتی را در لندن برگزار کردیم. در این کنفرانس از رسانه‌های مختلف دعوت کرده بودیم که آنها حضور داشتند، همراه با عده‌ای از فعالین سیاسی که در اون کنفرانس سوالات متعددی مطرح شد در مورد همکاری پنج جریانی که تشکیل دهنده این ائتلاف همگامی هستند. امسال هم
ما یک سالی که فعالیت خودمون رو گذراندیم تصمیم گرفتیم که در سالگرد کنفرانس مطبوعاتی و اعلام همگامی برنامه یا برگزار بکنیم با عنوان برنامه جمهوری خواهی یا کنفرانس جمهوری خواهی که بعد از دوستان جمهوری خواه از فعال بکنیم با عنوان برنامه جمهوری خواهی یا کنفرانس جمهوری خواهی که بعد از دوستان جمهوری خواه از فعالین سیاسی دعوت بکنیم که در کنفرانس ما شرکت داشته باشن و در حوزه های مختلف دیدگاه و نظرات خودشون را مطرح بکنن. امسال هم همانند سال قبل ما بخش های مختلف را در نظر گرفتیم که بخشی به پانل ها، دوتا پانلی که در رابطه با مسائلی که برمیگرده به چگونگی شکلگی جمهوری خواهی و همینطور تبیین اوضاع سیاسی کشور و راهبرد گذرت جمهوری اسلامی که دوتا پانل هستند و تعدادی از دوستانی که در همگامی مسئولیت دارن در این پنل ها شرکت میکنن، همچنین تعدادی از دوستانی که جز فعالین سیاسی به حسابیان ما دعوت کردیم که در این دو پنل بحث های مشترک با هم پیش ببره، همچنین تعدادی از دوستان که به عنوان فعالین سیاسی یا مدنی به حسابیان به عنوان سخنران در نظر گرفتیم که به موضوعات مختلف خواهم پرداخت به ویژه این که در رابطه با این که ما چگونه بتونیم سر جمهوری خواهی شک بدیم و همینطور در رابطه با اون جنبش زن زندگی و آزادی و همچنین موضوعاتی دیگه مثل فرزن نقش وکلا در همین جنبش یا در رابطه با موضوعاتی که برمیگرده به گروه های مختلف اجتماعی از جمله گروه های اتنیکی که نقشه هایی که در این جنبش داشتن. هدف ما از برگزاری کنفرانس جمهوری خواهی در حقیقت گرد آوردن نیروهای جمهوری خواه از مؤلفه های مختلف است که با هم به گفتگو بشینیم، با هم در موضوعاتی مشترکی که میتونه زمینه برای همکاری به وجود بیاره با هم بحث و گفتگو بکنیم و تلاش بکنیم در جهت تشکیل سقل جمهوری خواهی. امیدوارم که این کنفرانس با شرکت دوستان مختلف و کسانی که علاقه من به مسئله جمهوری خواهی هستند و این که دغدغه تشکیل سلسله جمهوری خواهی دارن در این کنفرانس شرکت بکنن و با هم بحثای مشترکی ها پیش ببرن. خیلی متشکرم. ببخشید من بلنگون و میکروفونم بسته بود. برای اینکه بینندگان محترم بدونن که چه سازمان هایی تو این همگامی فعالیت دارن، اسم این سازمان ها رو میگم. سازمان حزب چپ ایران هستش، جبهه ملی ایران در اروپا هستش، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور هستش، اتحاد جمهوری خواهان هستش و همبستگی جمهوری خواهان ایران. این 5 تا سازمان هستن که این همگامی رو ائتلافشون این همگامی رو به وجود آورد. می‌خواستم سوال دوم آقای نظریان، جهت سیاسی این همگامی چیه و گروه‌های تشکیل دهنده اون روی چه نکات مهمی توافق کردن؟ بله، عرض کنم که جهت کلی همگامی که جمهوری خواهی هست، یعنی ما همه جمهوری خواه هستیم و به این دلیل گرد هم آمدیم، ولی اون نکاتی که این 5 سازمان با هم توافق کردن در سند از کنن که مبانی، اصول و مبانی این ائتلاف اونجا تدوین شده که از جمله اعتقاد به نظام جمهوری سکولار دموکراتیک هست، اعتقاد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، آزادی های سیاسی، حقوق شهروندی، رفع تبعیدها، ریشه کن کردن فساد، حق آموزش رایگان، حفظ محیط زیست، از کنک به نظام غیر متمرکز استانی، اقتصاد رقابتی و
مهم اصل مهم حفظ تمامیت ارضی یا یک پارچگی سرزمینی است. به طور خلاصه میشه گفت که هدف همگامی در یک جمله میشه گفت هدف استقرار یک جمهوری سکولار دموکراتیک است پس از گذار از جمهوری اسلامی. من خودم این ده اصل رو که برشمردیم دو اصل مهم میتونم خلاصه بکنم. یکی از حقوق بشر هست، پایبندی به حقوق بشر هست که خودش یک مسائل و از موضوعات بسیار مختلفی رو مطرح میکنه. یا از حقوق شهروندی گرفته تا عرض کنم که حق داشتن آزادی مذهب و عرض کنم که اعتقاد یا شیوه زندگی دلخواه، فعالیت سیاسی و اجتماعی، حق حیات که شامل ضرورت لغو اعدام و لغو شکنجه میشه، حق حفظ هویت فرهنگی، هویت قومی و غیره، اینها به هر حال اصولی است که در حقوق بشر در زیر اون عنوان حقوق بشر مطرح میشه و اعتقاد به حقوق بشر متضمن این است که ما معتقد به پرهیز از خشونت هستیم و اون گذار از و استقرار جمهوری سکولار دموکراتیک را هم به شیوه مسالمت آمیز و با پرهیز حداکثر از خشونت میخواهیم به تحقق برسانیم. اصل دوم یا به هر حال این دو اصل به نظر من اول و دوم نداره، لازم و ملزوم یکدیگر هم بدون یکی بدون دیگری وافی مقصود نیست. حفظ تمامیت ارضی کشور هست به خاطر اینکه اگر اول ما باید یک سرزمینی داشته باشیم با مرزهای عرض کنم که غیر قابل تجاوز، مسئول از تجاوز و دارای امنیت خارجی که بتونیم به اون مسائل حقوق بشر و مسائل داخلی بپردازیم. برای به طور خلاصه من خلاصه بکنم، جهت و هدف سیاسی همگامی گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار دموکراتیک، دگرگون ساختن قدرت سیاسی، جدایی دین و دولت و استقلال نهادی آنها از یک دیگر، ایجاد ساختاری متکی بر انتخاب آزادانه مردم ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و البته کثرت‌گرایی را هم فراموش نمی کنیم، پلورالیسم و کثرت‌گرایی را. این بود تا اینجا من میتونم ارائه بکنم جهت و هدف همگامی رو. خیلی متشکرم. یه وقتی از دوستان که ما باشون در ارتباطیم یا بعضی از فعالان سیاسی مطرح میکنن که شکل حکومت مهم نیست و مهم اینه که محتوای اون دموکراتیک باشه و از ما میپرسن که چرا شما علاوه بر دموکراسی روی جمهوری خواهی تاکید میکنید. و این رو باید گفت که در واقع یک اصل ائتلاف این هستش که این سوال هم مطرح میشه که اصولا این ائتلاف یا استقلال جمهوری خواهی چه نوع همکاری های رو با حرفهای دیگر سیاسی در نظر داره، برای مثال در مورد چپ یا راست افراطی چه برنامه‌ای داره، چه نظری داره، در مورد اصلاح طلبان، در مورد سلطنت طلبان، مجاهدین و نیروهایی که کان تجزیه ایران هست. خب واقعیت اینه که در مورد فرم حکومت بگیم، من این سوال رو فکر کنم خودم پاسخ میدم. فرم واقعیت اینه که ما در دوران گذشته و هم امروز ما یک سنت حکومت‌های خودکامه داشتیم، یعنی خودکامه پادشاهی و بعداً امروز شده به صورت خودکامه ولایتی. و این هم اینه که ما می‌بینیم که در دوران پادشاهی حکومت‌هایی داشتیم فردی
حاکم تمام کشور رو ما رو خودش میدونسته و فکر میکرده مردم دیگه همه رعایای اونن و با ثروت ها یک کشور و این مملکت اون کارهایی رو که لازم میدونسته انجام بده. خب این با دوران کنونی هیچ تناسبی نداره و حتی متاسفانه حتی انقلاب مشروطه نتونست این وضعیت رو عوض بکنه. ما باز محمد علی شاه علیه قانون اساسی کودتا کرد، بعدا با دو کودتا دیگه روبرو شدیم. و آقای نظریان اگه ممکنه میکروفونتون رو ببندین چون این ورقه شما صدا خیلی ممکن بعد هم این که این جریان باقی موند، حتی انقلاب مشروطه هم نتونستی رو عوض کنیم. اما امروز میخوایم یک کاری بکنیم که مملکت ما و مردم واقعا به آزادی و دموکراسی دست پیدا بکنن و میخوایم که مسئولان و حکومتی همیشه مسئول باشن، پاسخگو باشن در مقابل مردم. و این کوشش ما برای پایان دادن به این دور باطل سنت‌های حکومت‌های فردی و خودکامه است و امیدواریم که با این مسئله این جریان خاتمه پیدا بکنیم. فکر میکنیم که ما علاوه بر این که باید برای دموکراسی کوشش بکنیم، لازمه که دوران حکومت رو محدود بکنیم، یعنی بعد از 3 سال 4 سال به هر حال حکومت مجبور باشه دوباره انتخاب بشه، رأی مردم رو داشته باشه، حکومت رو پاسخگو بکنیم و کاری بکنیم که تعویض حکومت به خون و خون ریزی احتیاج نداشته باشه. ما میبینیم که در بسیاری کشورهای دیگه هم این مسئله رو به این ترتیب حل کردن که با انتخاب جمهور و اونهایی که این مشکلات رو داشتن اومدن این مسئله رو با انتخاب روش جمهوری و شکل جمهوری اومدن این مسئله رو حل کردن. بنابراین مهم هست که چه نوع حکومتی داریم. این خیلی مسئله مهمیه و مسئله دموکراسی باید چارچوب داشته باشه که در اون چارچوب بتونه تحقق پیدا بکنه. در نظام پادشاهی حکومت نامحدود و حتی موروثی این یک مشکله. این که پادشاه پاسخگو نیست این یه مشکله. این که پادشاه میتونه اونجا در هر حال بیاد یه زمان ادعا بکنه، مثل همین شاههایی که ما داشتیم، مثل همین آقای خامنه ای الان، مثل خمینی، که خیال کنن مملکت فقط مال ایناست، در صورتی که مملکت مال میلیون ها ایرانیه، مال همه ایرانیانه و بخوان هر کاری که میخوان اینجا بکنن. این رو باید بهش خاتمه بدیم. همه مردم باید در مقابل قانون مساوی باشن، در توی قانون هم مساوی بهشون برخورد بشه. ما با جریان های بنابراین میتونیم همکاری کنیم که دموکرات باشن و خواهان دموکراسی باشن. نیروهایی که الگوهاشون دیکتاتورها هستن، مثلا فرض کنید مذهبیونی که میگن آقا خمینی، ما خمینی رو به عنوان الگو و مذهب مبارزه قبول داریم، خب بدیهی ما با اینها نمیتونیم همکاری کنیم. با نیروهایی که دوران گذشته رو قبول دارن و معتقدن که باید به دوران گذشته برگردیم، مسلما نمیتونیم همکاری کنیم چون دیکتاتوری بوده و دوباره میخواد دیکتاتوری یاد میشه. آن نیروهای جناهایی که معتدلن و خواهان دموکراسی هستن و این رو در حرف و عمل نشون میدن، مسلما میتونیم همکاری کنیم و به خصوص با جریان های جمهوری خواه و جریان هایی که اعتقاد همونجور که از سرم در حرف و عمل به دموکراسی دارن. در مورد مجاهدین خوب غیر دموکراتیک بودن خودشون رو متاسفانه در حرف و عمل نشون دادن، خصوص در رابطه با وابستگی به جناح‌های راست آمریکا. و البته ما نمیتونیم با جریان هایی که خواهان تحلیل ایران هستن، آقای نظریان هم اشاره کردن، همکاری داشته باشیم، ولی با گروه های قومی و اکثریت گروه های قومی
رابطه داریم و بحث داریم، دیالوگ داریم و همکاری داریم. این نکاتی بود که به نظر من میرسه. آقای خلیل، توی پوستر کنفرانس اومده که یکی از اهداف این کنفرانس ایجاد ثقل جمهوری خواهیه. منظورتون از این ثقل جمهوری خواهی چیه و یک ثقل جمهوری خواهی چه میتونه بکنه و که مثلا خود همگامی نمیتونه انجام بده؟ ببینید، جمهوری خواهان نیروی وسیعی هم در داخل کشور هم در خارج از کشور هستند، ولی متاسفانه به شدت پراکنده. مؤلفه‌های مختلفی در رابطه با جمهوری خواهی وجود داره، از جمله نیروی وسیعی که در تشکل‌ها، در احزاب و سازمان‌های سیاسی بعد حضور دارند، همچنین نیروهایی که در تشکل شهری، تشکل جمهوری خواهی در شهرهای مختلف و وسیع‌تر از اون کنشگران جمهوری خواهی هستند که دارای چهره‌های شاخصی هم هستند و فعالانه در این عرصه کار می‌کنند. همینطور بخشی از نیروهای جمهوری خواه در شبکه‌های اجتماعی، در سایت‌ها و رسانه‌ها حضور دارند و نیروی وسیع تشکیل می‌دهند. میتوان گفت که در بین جریان‌های سیاسی کشور نیروهای جمهوری خواه به لحاظ گستردگی از همه نیروها گسترده تر هستند و بیشتر نیرو را در بر میگیرند. اینکه در این رابطه خب تعدادی از نیروهایی که در احزاب و سازمان‌های سیاسی متشکل هستند در طی این چند سال بعد تونستن همکاری‌های یا با هم پیش ببرن و ائتلاف یا به وجود بیارن، از جمله همین ائتلاف همگامی که از پنج جریان تشکیل میشه و همینطور یک ائتلافی به عنوان همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران که 13 جریان را در بر میگیرن. این دو تا بلوک در طی مدت به وجود اومده. در همین مدت به خصوص بعد از کنفرانس مطبوعاتی که در لندن برگزار شد و همگامی اعلام موجودیت کرد، روند تشکل‌یابی در شهرهای مختلف اروپا و امریکا و کانادا شتاب گرفته و ما شاهد این هستیم که در تعدادی از این شهرها تشکل‌های جمهوری خواهی به وجود اومدن، اعلام موجودیت کردن و برنامه‌های مختلفی را دارن برگزار می‌کنن. تا جایی که من اطلاع دارم این روند در حال هم شتاب گرفتن هست و هم تعدادی در این مدت بعد که به طور علنی اعلام حضور کردن. علاوه ما شاهد این هستیم که در شبکه‌های اجتماعی نیروهای جمهوری خواه شبکه‌های متعددی را به وجود آوردن، در اونجا فعالیت‌های گسترده خودشون را پیش می‌برند و همینطور در سایت‌ها و رسانه‌ها. اینه که یک نیروی وسیعی که وجود داره طبعا باید تلاش صورت بگیره که هماهنگی و همکاری بین این نیروها به وجود بیاد. برای این هم مستلزم اینه که گفتگوها جریان پیدا بکنه، این مؤلفه‌های مختلف با هم نشستایی داشته باشند و بتونن در حقیقت یک مرکزی یا در اشکال مختلف شکل بدن. آنچه که برای همگامی از ابتدا هم مطرح بوده اینه که بتونه همکاری و همکاری این نیروها جلب بکنه و این نیروها در تداوم فعالیت خودشون بتونن ثقل یا به وجود بیارن که ثقل نیروهای جمهوری خواه. طبعا اگر این نیروی گسترده در زیر یک چتر گرد بیاین به نیروی وسیع و تاثیرگذار در کشور ما و در صحنه سیاسی و در میان اپوزیسیون تبدیل خواهند شد. به ویژه که اینکه ما میبینیم که در بین نیروهای اپوزیسیون، در بین سطح طلبان گرایش راست افراطی رشد پیدا کرده و مسئله دموکراسی کنار رفته و اون جریانی که الان عادتاً الان در صحنه است و میشه بهش امید بست، همین نیروهای
جمهوری خواه هستن. ما تلاش ما اینه که نیروهای جمهوری خواه زیر یک چتر گرد بیان و بتونن صدا به وجود بیارن و بتونن به عنوان یکی از آلترناتیوهای بعد هم مؤثر در صحنه سیاسی کشور ظهور پیدا بکنم و در صحنه سیاسی کشور تأثیر گذار باشه. خیلی متشکرم. امیدهای من از آقای نظریان می‌پرسم ببینید آقای نظریان، این ائتلاف پنج گروه یا حتی ثقل جمهوری خواهی که صحبتش میشه برای خودش چه نقشی در جنبش آزادی خواهی و فردای پیروزی می‌بینه؟ فراموش نکنید که میکروفونتون رو باز. بله، عرض کنم که این همگامی همونطوری که گفته شد از ائتلاف پنج سازمان تشکیل شد. الان یک سال هست که از تشکیل این ائتلاف میگذره و البته پیش از اون هم این سازمان های تشکیل دهنده همگامی همکاری با هم داشتند. اگر اشتباه نکنم میشه 6 ماه 9 ماه اینجوری همکاری های موردی داشتن، در موارد خاصی با هم جمع میشدن و از کنم که یک اقدام مشترک انجام میدادن. خب بیشتر صدور اعلامیه یا اطلاعیه بود، ولی مسئله عمده این هست که این پنج سازمان هر کدام مواضع و نظرات سیاسی و عرض کنم که راهبردی خودشونو دارن، ولی با وجود این خب در این وضعیت هم وجود اختلاف نظر سر بعضی مسائل اینجا اونجا چیزی یعنی اجتناب ناپذیر هست. اما با وجود این اختلافات توانستن با عرض کنم که سایه سطح، با دیپلماسی، با منطق، دیالوگ و مدارا این فعالیت رو پیش ببرن و همطور که میبینید داره ادامه پیدا میکنه و نیروهای بیشتری رو به سمت خودش جذب میکنه. و این میتونه یک مدلی باشه. ما در واقع با این کار یک مدل، یه بدعتی ایجاد کردیم که نیروهای سیاسی دیگه در اپوزیسیون هم میتونن ازش استفاده بکنن. و این مسئله عمده این است که در واقع ما یک سنتی رو به وجود میاریم برای فعالیت سیاسی. در فعالیت سیاسی بدون حدی از مدارا کار پیش نمیره. کافی نیست که ما شعار بدیم، بگیم که آقا بیایید جمع بشیم با هم متحد بشیم چه کار بکنیم کار بکنیم این کار، ولی در عمل هست که شما باید نشون بدید آقا میتونید با این نیروی دیگه ای از نزدیک همکاری بکنید. و این کار ساده ای نیست و کار سیاسی در واقع اون کسی که کار سیاسی انجام میده خودش سیاسی میدونه باید یک انسان تشکیلاتی هم باشه، بتونه در یک تشکیلات عمل بکنه. بدون تشکیلات هم، بدون سازمان و تشکیلات هم هیچ عمل مؤثر سیاسی در صحنه جامعه تحقق پیدا نمی‌کنه. ممکن نیست، افراد نمیتونن. ممکنه یک مثلا یک شخصی یک خصوصیات خاصی داشته باشه، هنرمندی، ورزشکاری، چیزی یه عده‌ای دنبالش برن، ولی به هر حال فرد افراد نیستن که مثلا اون بازی رو تغییر میدن. سازمان‌های سیاسی هستن که باید با رقابت با همدیگه و بعضی وقتا هم ائتلاف با همدیگه دموکراسی رو به وجود بیارن و عرض کنم که مستقر بکنن. این در واقع من میتونم بگم که بدعتی است که ما، مدلی است که ما به وجود آوردیم و در واقع امیدواریم که به صورت یه سنتی در بیاد بین نیروهای اپوزیسیون. همین از این ندارم. خیلی متشکرم. همونجور که آقای خلیق هم اجاره کردن توی بعضی شهرهای اروپا و آمریکا یک گروه های جمهوری خواهی به وجود اومده
و سوالی که مطرح میشه با در مورد این جریانات اینه که چرا خب این گروه ها خودشون به مستقیم به همگامی نمی پیوندن، به ائتلاف این 5 تا سازمان مثلا نمی پیوندن. واقعیت اینه که امروز مسئله شناخت از تشکل های سیاسی و در نتیجه اعتماد به این سازمان ها و تشکل های سیاسی یک امر طولانی شده. به خاطر چی؟ به خاطر اولا شدت خفقان در ایران و دوما به خاطر در خارج از کشور هم که آزادی هست که تبلیغاتی میشه متاسفانه از طریق بعضی رسانه ها بسیار یک سویه است و اینا همه کمک کرده. و اینم که جنبش آزادی خواهی ایران هنوز مسیر روشن کاملا روشنی رو پیدا نکرده، این هم دخالت داره. بنابراین اون اعتماد و اون برخوردی که باید باشه تا همه این گروه ها میتونن در یک جا جمع بشن، در یک تشکل جمع بشن، وجود نداره. و ما خوشحالیم همونجوری که دوستان هم اشاره کردن به این گروه های مختلف بتونن در یک زیر یک چتری یک جایی با هم دیگه بدون اینکه استقلال کاری خودشون رو از دست بدن با هم دیگه همکاری داشته باشن و تبادل نظر کنن. و مطمئنن بعد از یه مدتی که این گروه ها با هم همکاری داشته باشن و ببینن کار هم دیگه رو با هم اعتماد پیدا کنن و کارها پیش بره، با اطمینان زیاد میشه گفتش که خب میتونن خیلی نزدیکتر هم با هم دیگه خلاقانه کار کنن و نزدیکتر بشه. من سوال بعدی رو از آقای خلیق میپرسم. آقای خلیق، در کنفرانس در مورد راه های ایجاد ثقل جمهوری خواهی صحبت میشه، درسته؟ در یه پانل این صحبت میشه، در یه پانل دیگه در مورد اوضاع ایران صحبت میشه، ولی سخنرانان نکات مختلفی رو با وجود این مطرح میکنن. ممکنه در مورد این سخنرانی ها و در مورد پانل ها شما یه توضیح بدید لطفاً؟ آره، ما در این کنفرانس دو پانل خواهیم داشت. پانل اول عنوانش این هست چگونه ثقل جمهوری خواهی را شکل بدیم. در این پانل 4 تن از دوستان شرکت می کنند: خانم مهدی برو، آقای مهمنش، آقای خالد عزیز و من. در این موضوع ما صحبت خواهیم کرد که راه‌های تشکیل ثقل جمهوری اسلامی چی هست، راه‌های تشکیل ثقل جمهوری خواهی چی هست، و اینکه ما چگونه این مؤلفه‌هایی که در صحبت‌های قبلی شمردن بتونن با هم همکاری و نزدیکی داشته باشن. در پانل دوم به مسئله تبیین اوضاع سیاسی کشور خواهیم پرداخت و همچنین راه برد گذر از جمهوری اسلامی، که در این پانل هم 4 تن از دوستان شرکت دارن که اسامی اونها را من بگذارید بگم یک بار. خانم صدبت هستن، آقای شریعت مداری، آقای کمال عرس و همینطور مهرداد درویش‌پور. همچنین ما 10 نفر سخنران داریم که من اسامی اونها رو اینجا بعد هم میخوانم: خانم الهی امانی، خانم جاری وفا، خانم تناز کلاهچیان، خانم مریم باخشینی، خانم نگیره توحیدی، آقایان آرش سرگویه، رضا سنبور، رضا خبوک، کاظم کردوانی و محمد رضا نیکفر، که هر کدوم از اینها به موضوعاتی که برمیگرده چه تبیین وضعیت اوضاع کنونی، چه در رابطه با جنبش مهسا و همینطور در رابطه با چگونگی شکل‌دهی ثقل جمهوری خواهی خواهم پرداخت.
طبعا هر کدوم از دوستان موضوع سخن خودشون انتخاب کردن و ما اینها را در اون دفترچه‌ای که در منتشر خواهد شد در اونجا اعلام خواهیم کرد و همچنین در پوستر دوم و این کنفرانس که منتشر در انتشار پیدا می‌کنه در اونجا هم عنوان عناوین و هم شرکت کنندگان در پانل ها و همچنین سخنران اسامی سخنرانان آمده. در این حال ما این کنفرانس به طور مستقیم می‌خواهیم از طریق کانال های کانال یوتیوب و سایر کانال ها منتشر بکنیم. همچنین دوستان میتونن به طور مستقیم در اتاق زومی که دایر خواهد شد شرکت بکنن و در اونجا هم نظرات خودشون را مطرح بکنن. طبعا در کنفرانس فرصت این خواهد داده خواهد شد که شرکت کنندگان از دوستانی که در پانل ها شرکت کردن سوالات خودشون را مطرح بکنن. در این حال ما یک فرصت هم در این کنفرانس منظور کردیم برای گزارش دهی از فعالیت یک ساله همگامی که ستن از دوستان که مسئولین گروه های کار هستند در این فرصتی که به اونها میشه فعالیت همگامی ها در حوزه های مختلف از جمله در حوزه روابط بین المللی موضع‌گیری‌هایی که صورت گرفته و همچنین ارتباطاتی که با سایر جریانات داشتیم و فعالیت هایی که در رابطه با شکل‌دهی ساختارهای درونی خود همگامی توضیح خواهند داد، همچنین مناسباتی که بین پنجریان بوده و مشارکت اعضای پنجریان در فعالیت همگامی و همینطور در رابطه با اینکه ما چه گونه ارتباط بین همگامی و پنجریان برقرار میکنیم و چگونه نقش اونها را در تصمیم گیری های همگامی دخالت میدیم و همینطور ارگان هایی که در این مدت به وجود اومده و ارتباطات نزدیکی که با پنجریان برقرار کردن. در حوزه های مختلف این دوستان ما گزارش مفصل ارائه خواهند داد. طبعا بازم فرصتی خواهد بود برای اینکه دوستان که در سوال بعدی من از آقای نظریان پرسم من فکرم اول ایشون پاسخ بدن و ببینیم آقای چقدر وقت داریم، بعد یکی دو دقیقه برای هر کدوم از ما با بمونه که بتونیم یک جنبندی کوتاه از صحبت ها و حرفای خودمون بکنیم. آقای نظریان، چون همکاری برای ایجاد استقلال جمهوری پایی باید سازمان پیدا کنه، چون جوری خب عملی نمیشه. اینی که حالا چه پیشنهاداتی برای فرم این سازمان دهی به شما رسیده، به نظر شما رسیده یا به نظر پیشنهاد چه پیشنهاداتی دریافت کردید؟ صداتون بسته است. ببخشید. الان خوبه؟ بله. تا اونجایی که من اطلاع دارم تا اینجا دو پیشنهاد در مورد اشکال سازماندهی نیروهای جمهوری خواه مطرح شده و در حال بررسی هست، یعنی در مرحله عمل هم هنوز نزدیک نشده. البته یه مقدار انجام میشه در سطح شهرها اینا، ولی در سطح بالاتر هنوز باید به مرحله عمل در بیاد که یکیش شکل کنفدراسیون هست. شکل کنفدراسیونی سازمان ها عرض کنم که گروه ها، انجمن ها، فدراسیون های مختلف تصمیم می گیرن که یک عرض کنم که سازمان چتری بالاتری تشکیل بدن و در اونجا اون هیئت رهبری یا هیئت هماهنگی اون با آرای اعضا یعنی جمع میشن و رای گیری میشه و اون نهایت رهبری انتخاب میشه. در نوع دیگرش، شکل دیگرش شورای همه، تشکیل یک شوراست به نام شورای هماهنگی که در اونجا
سازمان‌های مختلف نماینده می‌فرستند. یعنی اون شورا مرکب از نمایندگان سازمان‌های مختلف هست که اونجا جمع میشن و تصمیم گیری میکنن. البته این اشکال سازماندهی نیروهای جمهوری خواه محدود به این دو گزینه نیست و گزینه‌های دیگه هم ممکنه ارائه بشه که به هر حال تحت بررسی خواهد بود و همین دو پیشنهاد هم الان تحت بررسی هست تا اینکه به مرحله اقدام نزدیک بشه. خواهش همین. آقای خلیل شما دو دقیقه یا دو سه دقیقه اگر که جمع‌بندی دارید، نظری دارید، لطفا در مورد این کنفرانس و این جریان بگید. بعدا آقای نظری. آرزو ما وقتی که کنفرانس مطبوعاتی را در لندن برگزار کردیم امیدوار بودیم که این کنفرانس تأثیرات معینی را در سازمانیابی و شکل‌دهی نیروهای جمهوری خواه داشته باشد. خوشبختانه این کنفرانس و اعلام همگامی تأثیرات خوبی گذاشت و زمینهای مساعدی به وجود آورد برای اینکه طیف نیروهای جمهوری خواه به هم نزدیک بشن و همینطور تشکل‌های جمهوری خواهی در شهرهای مختلف به وجود بیاد. این بار هم امیدواریم که این کنفرانس در صحبت‌های گفتگوها و صحبت‌هایی که در این کنفرانس صورت می‌گیره زمینه را به وجود بیاره برای اینکه هرچه بیشتر نیروهای جمهوری خواه به هم نزدیک بشن، همکاری‌ها شکل بدن، بلوک‌هایی که شکل گرفته با هم همکاری‌ها پیش ببرن و اون مؤلفه‌هایی که برشمردن بتوانند در تشکل واحد یا آنچه که به عنوان چتری که گفتم گرد بیان و بتونن سقل جمهوری خواهی یا شکل بدن. خیلی ممنون. آقای نظری شما بفرمایید. فضای مساعد یا امیدواریم برای شکلگی سقل جمهوری خواهی بده. بذارتون بفرمایید. منم امیدوارم که این تداوم فعالیت ما و این کنفرانس دوم مطبوعاتی این هم اون انعکاس شایسته رو پیدا بکنه و این بار در واقع پوشش بیشتری پیدا بکنه. در اون کنفرانس اول، کنفرانس لندن سال گذشته، اون به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت اون چیز نکرد، یعنی انعکاس پیدا نکرد. گرچه بد نبود ولی میبایستی به نظر خیلی از دوستان صاحب نظر میبایستی بیشتر از اون چیز مورد توجه واقع میشد. حالا با وجود این فضای نسبتاً بی‌اعتمادی که وجود داره متاسفانه در چیز اپوزیسیون ایران، ما امیدواریم که بتوانیم این نیروهای اعتماد نیروهای جمهوری خواه رو جلب بکنیم و البته این کار و کوشش مداوم ممکن نیست که نتیجه مؤثر، نتیجه خوب نداشته باشه و همین الان هم اون نتایج رو تا حدی میبینیم و امیدواریم که این باعث بشه که فضای بی‌اعتمادی امدار بیشتر چیز بشه، از بین بره، کمتر بشه و نیروها و خصوص اون افراد، یعنی منفردین که حساب شک و تردید دارن در سازمان ها فعال بشن، اونها هم وارد سازمان ها بشن و کمک میکنن به پیشبرد این فعالیتی که ما انجام میدیم و ایجاد یک سقل جمهوری خواهی نهایتا. عرضی ندارم. خیلی متشکرم. بله من فکر کنم که این یکی از ایراداتی که به اپوزیسیون ایران همیشه گرفته می شد این بود که اینها قادر نیستن با هم همکاری کنن، اینها تفاهم ندارن، اینها دموکرات نیستن و ما خوشبختانه الان
آقای نظری هم اشاره کردن چند ماه، ولی واقعیت اینه که الان اون چند تا گروه تمامی 4-5 ساله 4 ساله دارن با هم همکاری میکنن در زمینهای مختلف، و این همکاری خب همه جا بحث و صحبت اینا هست، ولی همکاری به خوبی ادامه داره و ما بسیار از این پیشرفت کارهامون بسیار خوشحالیم، راضی هستیم و امیدواریم که ادامه پیدا کنه. این یک جنبه مهمی است که ما نشون دادیم یا با این ائتلاف نشون میده که میتونن گروه هایی با نظرات کاملا متفاوت ولی معتقد به دموکراسی و حاکمیت مردم و اصول چند اصل مهم با هم دیگه اثر این اصول همکاری کنن، همکاری داشته باشن و زندن عقاید خودشون هم داشته باشن، نظرات خودشون هم داشته باشن و همه جا اون رو ترک کنن. این اولش. دوم نکته که بوده این جریان نشون میده خب این حرکت یک کمکیه، در واقع یک موتوری بوده برای موتوری هست در برای جمع کردن یا نیرو دادن یا الهام بخشیدن به جریان های که دموکرات هستن، جمهوری خواه هستن، به اونها هم متشکل بشن در شهرهای مختلف و ما بتونیم با هم دیگه همکاری نزدیکتری داشته باشیم. پس سوم این که به هر حال این فعالیت ها امیدواریم که در دراز مدت در فرهنگ سیاسی ایران هم اون نقش رو ایفا کنه و ما بتونیم نقش پشتیبان مبارزات مردم در ایران رو بهتر ایفا کنیم و همین که در شرایطی که امکان پیدا بکنیم بتونیم یک شرکت بسیار شرکت بهتری، شرکت مؤثرتری تو این مبارزات برای پیش برد اهداف این مبارزات داشته باشیم. اینها نکاتی هستش که از نظر ما بسیار مثبت بوده تا حالا این کارنامه، و امیدواریم که این کنفرانسی هم که در شهر کلن برگزار میشه یک حرکت دیگری، مورد حرکت دیگری رو برای این جمهوری خواهی و جمهوری خواهی دموکرات در واقع مسئله فقط ما جمهوری خواهی نیست، بلکه یونسان هم اشاره کردن ما خواهان دموکراسی سکولار هست و با نیروهایی میتونید کار کنید که دموکرات بشه. اینه که فکر میکنید که در این جهت بتونه نقش مؤثری ایفا کنه به عنوان جریانی که متشکله بتونه اهداف دموکراسی و جمهوری خواهی رو بهتر و مؤثرتر پیش ببره. با تشکر از بینندگان محترم و با امید دیدار در برنامه های آینده. تو به